تاریخ کشوری مملو و از واقعیات، تحریفات و ادعاهای راست یا دروغ است. کسانی که به زبان ترکی استانبولی مسلط هستند با جستجوی ساده میتونند ده ها مقاله و تحلیل در مورد خریداری شدن منطقه نخجوان از ایران توسط آتاتورک پیدا کنند. اما در سایت های فارسی زبان چنین موردی مشاهده نگردید. در سایت های ترکیه ادعای خریداری شدن سرزمین نخجوان از حکومت وقت ایران با هدف ایجاد مرز مستقیم با مردمان ترک زبان ادعایی است که از آن به عنوان یکی از نبوغ آتاتورک یاد می شود. اما در اینجا متذکر می شویم که خبر ادعای مذکور در سایت های دولتی ترکیه مشاهده نگردید. هدف از بیان این خبر در کانال سبد صرفاً اطلاع رسانی است و امید است اساتید تاریخ این ادعا رو مورد بررسی قرار داده و موضوع رو روشن کنند. همچنین امید است ما را به جهتگیری های سیاسی، قومیتی و غیره متهم نکنید. بر این اساس هم در این موضوع فقط به ترجمه و قرائت یک مقاله از یکی از سایت های ترکیه بسنده می کنید. ادعای مذکور که گفته می شود برای اولین بار توسط روزنامه‌نگاری به نام یلماز اوزدیل مطرح گردیده است. در جستجوهای اینترنتی به مقاله‌ای برخوردیم که به قلم جازم گربوز می باشد. در بخش اول این مقاله ادعای مذکور مطرح شده و سپس به آن پاسخ داده می شود. مقاله جازم گربوز این گونه آغاز می شود: این ادعای یلماز اوزدیل است. این گونه نوشته بود که منطقه خودمختار نخجوان همسایه ترکیه که دارای کوتاه‌ترین مرز زمینی است. این منطقه که بین ارمنستان و ایران گیر افتاده با منطقه ایدر همجوار است. طول این سرزمین حدود 12-13 کیلومتر است. موضوعی وجود دارد که خیلی ها از آن بیخبرند. آن هم این که مرز نخجوان که تنها دروازه ما به دنیای ترک ها می باشد سرزمینی است که زمانی توسط مصطفی کمال آتاتورک و با پول شخصی خودش از ایران خریداری شده است. این سرزمین اکنون به ما تعلق دارد و مرز نخجوان ما را تشکیل می دهد. آتاتورک یک بار دیگر نبوغ و دوراندیشی خود را نشان داد و با خرید زمین در این منطقه باعث شد تا در حال حاضر با دنیای ترک مرز مستقیم داشته باشیم. لیدر بودن یک ویژگی دیگه است. یک لیدر واقعی می تواند سالهای بعد را ببیند، حالان که بعضی ها با کوته‌بینی استراتژیکی خود حتی نمی‌توانند 30-40 کیلومتر جلوتر را هم ببینند. جازم گربوز در ادامه مقاله خود به بررسی این ادعا پرداخته و نوشته است: یلماز اوزدیل اولین کسی است که این مطلب را نوشت. علی‌رغم تمام تحقیقاتی که انجام دادیم در هیچ منبع خبری به این موضوع برخورد نکردیم. وقتی اوزدیل این مطلب را نوشت در سطح اینترنت پخش شد و در اشتراک گذاری رکورد زد. اما آیا این خبر صحت دارد؟ از نظر ما خیر، صحت ندارد. نه کشوری مثل ایران خاکش را با پول می فروشد و نه آتاتورک به ایران که در آن سالها دوستی بسیار نزدیکی با آن داشت چنین پیشنهادی را می داد. موضوع از این قرار است که در جریان اغتشاشات آغری اغتشاشگران وقتی در طرف ما عرصه بر آنها تنگ می شد به ایران فرار می کردند. وقتی هم که شرایط را مناسب می دیدند دوباره بر می گشتند. علی‌رغم این که این وضعیت را بارها به ایران اطلاع داده بودیم آنطور که باید با اغتشاشگران مقابله نمی کردند. آغری بزرگ مال ما بود و آغری کوچک مال آنها بود. بزرگترین منشأ این مشکل هم همین بود. این موضوع به دیدارهای طولانی مدت و بالاخره هم به یک راه حل انجامید. جزئیات این راه حل را از مطالب تحقیقاتی دکتر احمد اوزگرای بخوانیم. اولین رویکرد در تاریخ 18 ژانویه سال 1932 در طی سفر رسمی آقای توفیق رشدو به تهران آغاز شد. در 23 ژانویه در زمینه انجام اصلاحات مرزی در منطقه آغری کوچک یک معاهده به امضا رسید. ایران راضی شد تا منطقه آغری کوچک که علیه کردها دارای اهمیت استراتژیک بود و ترکیه هم به شدت خواهان آن بود را به ترکیه واگذار کند. اما ایران هم در مقابل آن قطعه زمین‌های جنوبی را گرفت. ترکیه میدان کاتور در شرق وان را به ایران واگذار کرد
این قطعه زمین کوچک در 150 کیلومتری جنوب کوه آرارات بزرگ قرار دارد و از سالها پیش یکی از موارد مورد اختلاف بود. این معاهده که در 5 نوامبر سال 1932 در آنکارا به امضا رسید، در واقع معاهده و پروتکلی بود که در 15 ژوئن سال 1928 به امضا رسیده بود و فقط متن آن تغییر داده شده بود. این معاهده شامل موضوعات بی‌طرفی و همکاری‌های سیاسی و اقتصادی بود. همچنین با تبادل یادداشت متقابل، معاهده مبادله مجرمان هم به اجرا گذاشته شد. قضیه از این قرار بود. هدف هم جلوگیری از شورش کردها بود و در آن اثنا مرز نخجوان هم ایجاد شد. با یک تیر دو نشان زده ایم. چیزی مثل خرید زمین با پول در میان نیست. ادعایی که در سایت‌های ترکیه در سطح وسیعی منتشر شده از این قرار بود که ذکر شد. شما چه فکر می‌کنید؟ سربلند باشید.